چه بازی میکنن این دوتا با هم. آها اون داره از اون میکشه، نگاه کن نگاه کن. وای خدا لیدی داره با چی بازی میکنی ماما؟ این اسباب بازی چیزه نعناست ماما، بهش بده. اونم میگه بده، نگاه نگاه، میگه بده، نگاه داره میکشه. خیلی با مزه شد این، با اصابازه میگیریم، اصابازه میگیریم. ایدی بگیر از این میگیریم داره میکشه. آخ آخ کشی پر این بازی هست که تنب کشی میکنن بچه ها با هم. حتی تنب رو ببریم یعنی با لیدی با هم بازی میشن، بازی کنن لیدی ها وقت تنب گردی ها. ببری یا ببریم؟ مثل دکل اومد جلو دور بیم. آره مثل دکل اومد جلو دور بیم. آره صبح ساعت 7 اومدیم آزمایشگاه مهر برای اینکه قدداد آزمایش بده و ببینیم که چه خبره. آره برای سر 24 روز دیگه شد. سرامش آخه این نقاشی چه جالبه. اینا مال چشم فهم نگم خوبه ها، من نمیدونم چه این کاری کرد دیوار نقاشی. داستان نقاشی چیه؟ آخه عزیزم خانم مهربونی با روحیه لطیف که بچه ها براشون مهمه. اینو خیلی باحاله، چه قشنگ نقاشی کردن. آخه دوستتون دارم سمز پرستار مهربون آزمایشگاه کی فکرشو میکنه؟ مجهز آزمایشگاه. آره دیوار قشنگه، دیوار مهربونیش خیلی جالب. خب شما آزمایش دادی؟ بله خیلی حرفه‌ای. دست شما برعکس یکی دست. آره این دستت خیلی افتضاح شده. گوه بچکه بوده چهارشنبه غروب انشاءالله. روز تعطیله آزمایشگاه، خیلی خلوته، نه منظره پنجره آرزش آزمایشگاه. ای جونم قیافاشو چیکار میکنه؟ لی بمیرم واسه
صبح اول صبح دیرمونم شده ولی آقا عداد ولکن نیست خورد عزیزم برای در غذا میارم قربونت برم بریم به کارمون برسیم. اینو از این ور اومد حداد تو چه مدلی هستی ماما؟ حداد این دارو میخواد بش بده لب بمیرم دوباره جاده چالوس و زیباییاش. من نمیدونم چرا از این جاده خسته نمیشم. سلام میکنم خدمت همه عزیزان، انشالله که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. امروزم در خدمتتون هستم برای اینکه کمک کنید، برامون دعا کنید و مثل همیشه نیستم راستشو بخواید. داستان امروز از 20 روز پیش شروع شده. 20 روز پیش یه اتفاقی برای قدرت افتاد که خیلی ما رو نگران کرد و این نگرانی باعث شد که ما سریع بریم دکتر. شبش سرگیجه و سردرده شدیدی گرفت و حالا فکر نمی کردیم مثلا چی باشه و اینا، گفتیم حالا گرما زده است، حالا سر کار بوده، خسته است، این حرفا. ولی دیدیم که نه، سردردش ادامه دار شد و من هر چیش گفتم بریم دکتر، گفت نه خوب میشم، میدونم خودم، یه مسکن خورده نم. بعد شب که خوابی تو خواب خونریزی از بینی کرد، باز منو بیدار نکرد. چند بار میاد بخوابه میبینه که خونریزی داره، دیگه میاد میشینه تو پذیره. دیگه صبح زود که من بلند شدم آب بخورم، دیدم که آقا عدد نشسته توی پذیره. میگم وا چقدر صبح زود بیدار شدی. گفت نمیدونم چرا خونریزی بینی داشتم، به خاطر همین دیگه نتونستم بخوابم. بعد دیگه کاراشو کرد که رفت سر کار، ولی زور برگشت و گفتش که خونریزیم ادامه دار شده، وقت دکتر گرفتم، میخوام برم دکتر. آقا مرتضی که همکارشونه گفت یکی از فامیلای ما دکتر هستن و برات وقت میگیرم که بدون نوبت بری پیشش. دیگه خلاصه رفت پیش دکتر و دکتر فشار رو گرفت، گفت فشارت رو 19 بوده اون موقع که چیز بوده واسه به اصطلاح خونریزی بینی کردیم، 19 به بالا بوده و اون خونریزی باعث شده که فشار یکم افت بکنه و خدا رحمت کرده. حالا اینه که الان فشار رو 16 است و حالا دوبارم سه بارم چه مطب میگه بشین، دوباره ازش فشار میگیره و بهش میگه که میری خونه، دارو هم برش مینویسه، میگه بهش میری خونه این دارو رو مصرف کن، نذار که فشارت بالا بره، روزی دو سه دفعه هم فشارتو بگیر. بعد آقا عدادم اومد خونه و باره فشارم بالا بوده، ولی دکتر یه سری آزمایش نوشت و گفتش که این آزمایش رو انجام میدی، برای من میاری تا من بتونم نتیجه رو بهت بگم. بعد از اونجا هم که دکتر به اصطلاح آشنا بود بهش میگه دکتر گردن درد دارم و دستام خواب میره و اینا، بهش میگه که آقا دکتر میگن که خب شاید اصلا فشارت مال گردنت باشه، ولی من اجازه بده که آزمایش رو انجام بدی بیاری ببینیم از چی. خدا رو شکر آزمایش رو که بردیم مشکلی نبود،
مشکلی نبود و گفتن که مثلا قند خونتون و نمیدونم چربیتون اینا همه چی مرتبه، حتی ویتامین های دیگر هم که حالا آزمایش برای ویتامین و تیروید و اینا رو همه رو چکاپ کرده بودن دیگه، انجام دادن گفتن که هیچ کدوم اینا نیست، پس حتما باید که شما گردنت رو امارای بکنی. چند تا تست هم گرفت و با توجه به دردی که 20 روز بوده بود و ما خبر نداشتیم، یعنی من بهم خبر نداده بود، گفتش که اصلا تو باید اورژانسی بری امارای انجام بدی، به این دلیل که خطر مثلا گیر کردن نخاع هست و با این شرایطی که شما میگی، حتی تو همه کارا که صبوره هیچی، تو بیماری هم صبوره، متاسفانه یه سری خود درمانی هم میکنه و همیشه هم سعی میکنه مطالعاتش تو همه زمینه گوگل میزنه و خیلی مطالعه داره روی مسائل پزشکی اینا، ولی خودم باید خودش یه مقدار مراجعهش رو بیشتر بکنه، نذاره به جاهای سخت برسه دیگه. خلاصه دیگه من اصرارش کردم که حتما طبق نظر دکتر ما باید که این کار رو سریع انجام بدیم. حالا زنگ زدیم چالوس، گفتن که امارای دستگاه خرابه، شما باید برید بابل، بعد وزنای بالا رو اونجا انجام میدن، تازه ما دستگاه منم اگه درست بود وزن بالا رو انجام نمیدادیم. بعد دوباره اونجا زنگ زدیم مثلا تا 100 کیلو قبول میکنه، آقا حتی 107 کیلو. و دیگه زنگ زدیم تهران، چند تا از مرکزهای امارای رو زنگ زدیم، گفتن فقط بیمارستان عرفان نیایش هست که این مثلا تا از 120 کیلو به بالا رو هم پوشش میده، باید بریم اونجا. حالا امروز قرار شده که ما بریم، گفتم تا اینجای داستان رو براتون بگم. حالا بیمارستان آزمایشگاه اینا اگه یادتون باشه، واقعا یکی از دوستان خیلی تیزبین بودن، مینو خانم، که به من گفتن که خاله اون روز که غذا رسانی میکردین هاپوهای جاده معدنو، آقا حداد دستش یه دستش چسب داشت یه دستش هم کبود شده بود و اینا. گفتم که ماشاءالله خیلی هوشتون خوبه، چون قبلش هم زیر سرم رفت به خاطر فشارش، بعد دارو اینا مصرف کردن توی اون سرومش و با سروم فشار رو بردن پای. بعدم که آزمایش داده بود، یعنی اون روز از آزمایشگاه که ما اومدیم صبح زود بود، گفتن که غذای هاپو آماده است دیگه، رفتیم گرفتیم، گفتم مرد حالا سرگیجه داری حالا بذار باشه، گفت نه امروز ما باید این نظرمون رو ادا بکنیم. خلاصه رفتیم برای هاپو و از اون روز تالا همطوری درمان ادامه داره که بعد از این دیگه حالا قرار شد که بیان تهران و ببینیم که داستان چیه. شما هم دلم میخواد همراه ما باشید. برای چی؟ برای این که خیلی خیلی محتاج دعاتون هستیم. خب ما رسیدیم تهران. اینجا کجا میشه؟ ده شهید مخبری. شهید مخبری کجاست؟ سمت نیایش. از همش جدید ما اومدیم اینجا نیایش، بریم برای بیمارستان رو پیدا کنیم. و یه موقع هم رسیدیم، 9:30 صبح، ما 10:30 وقت داریم. خب ما رسیدیم بیمارستان، اینجا بیمارستان عرفان نیایشه. با اجازتون، نه جای پارک هست نه چیزی، تمام این ساختمان‌های بلند جای پارک نداره. حدود منو پیاده کرد رفت جای پارک پیدا کنم. جالب اینه که بیمارستان به این بزرگی یه پارکینگ برای مردم نداره، تمام کوچه ها رو زنجیر کشیده بودن که ماشین غریبه داخلش نره. واسه خود مردمانشون هم اینجا خیلی سخت زندگی کردن، خیلی سخته. خیلی دوستان اینجا خیلی سخت میشه فیلم برداری کرد، چون شمال وقتی من دوربین دستمه همه استقبال میکنن، همه دوست دارن دوربینو میبینن، یعنی اینجا اصلا انگار مردم همه وحشت دارن از دوربین. برام جالب بود، اصلا نمیشه دوربین دستت بگیری. خب بریم ببینیم چی میشه. آقا شما چلن چه حسی داری؟ میخواییم بریم تو جبه؟ آره قیافه رو بندم پایی ها.
الان کجا داری میری؟ برای؟ ماهای سر و گردن. آمدی؟ اینم جوابه چیه؟ امارای؟ ببینیم دکتر نمیچی. سالن انتظار. ما رسیدیم شهرستانک با این کوچه با آقای باریک. آخه یادش بخیر. نونوایی آقا با این همه قدیمی نرگست تنسیرم خندیدش. دوستان من تو این کوچه باقا از 7 سال من اومدم تو این دهکده تا الان، یعنی یه جورایی خیلی عرق خاصی نسبت به شهرستانک دارم و خاطرات بچگیم رو قسمت اعظمش رو میسازه، یعنی بیشتر تفریحاتم اینجا بوده. آره حالا باید همین کوچه رو بریم تا برسیم به پارکینگ. آخه اینقدر من با خواهر بابا جان اینجا بازی کردم. من و زهرا همسال هم بودیم، حتی زهرا یه سال از من بزرگتر بود. آره باشه بابا جانه بزنیم. دور بزنم دندقه هم میذاشته خوب بود، چون تو اون پارکینگه احتمالاً چیز بشه. یه سر بزنیم احتمالاً جا نباشه. بستر رودخونه چقدر درخت ها بزرگ شدن اومدن تو رودخونه. دور بزنیم بریم جای دیگه پارک. از کجا به کجا سر در آوردیم و نمیدونم، فقط انقدر میدونم که بعد از اینکه از بیمارستان اومدیم دوستان فوق‌العاده هوا گرمه، فوق‌العاده گرمه که تهران رو تعطیل اعلام کردن به این جهت که هوا خیلی گرم بود و یه سری از اداره هم که خیلی واجب بود که باز باشن گفته بودن تا 11 صبح، یعنی از 11 به بعد تعطیل میشن که ترافیک هم کمتر میشه. خلاصه ما رفتیم بیمارستان همطور که ویدیوشو دیدین، تا اونجا که میشد البته براتون گرفتم. آقا عدد امارای رو دادن، 5 روز دیگه جواب ایمیلیش میاد، ولی عکس به ما تحویل دادن. دیگه اومدیم تو را که داشتیم میومدیم آقا عدد گفتش که افت لیدیه که گذاشتیم بیشه نرگسشون اینا، اگر که نرگسشون اذیت نمیشن بیا امشب و بریم پیش مامان اسمت اینا شهرستانک، تو دقیقا از نیایش تا اینجا 1 ساعت راهه. بعد حالا ما هیچی نه لباس خونگی آوردیم هیچی نیوردیم و خدا شکر داروهاش همراهشه. بعد دیگه اومدیم و گفتم که علیه دارم دلدل کردم و اینا، باز به نرگس زنگ زدم گفتم نرگس لیدی اذیت نمی کنه اگه ما بخوام بریم شهرستانک؟ گفت بخاله چطور شهرستانک؟ گفتم آره یه دفعه دلمون هوای شهرستانک رو کرد، بعد دیدیم حالا شما هم اونجایی. این شد که ما گفتیم که یه سر به مامان جان بزنیم، مامان جان هم خیلی وقت ندیدیم دلمون تنگ شده بریم اونجا ببینیم چه خبره، بعد یه آب و هوایی هم عوض کرده بشیم. از طرفی هم چون تعطیلی اعلام کردن جادا خیلی شلوغ شده، گفتیم فردا صبح زود راه بیفتیم که همه خوابن ما برسیم به چالوس به نوشهر. بعد اینه که دیگه خلاصه چیز کردیم اومدیم. بعد اینا رو همه رو گفتم ولی همه اینا بهانه‌ای بود برای اینکه ازتون خداحافظی کنم. ولی قبل از خداحافظی یه چیزی رو ازتون میخوام. من درخواستم نسبت شما خیلی زیاده به جهت اینکه همیشه انرژی های مثبت شما به من رسیده،
به زندگیمون رسیده و همیشه دعای خیرتون پشت سر ما بوده، آرزوهای خوبتون، همونطور که من همیشه برای شما آرزوی خوب کردم. اون دفعه اگه یادتون باشه من عمل داشتم و عملم با موفقیت انجام شد و عمل اصلی رو اصلا دیگه نباید من انجام میدادم، فقط به فقط، یعنی ادعام اینه، به خاطر نیروی انرژی خوبی که شما برای ما فرستادین و دعاهای شما عزیزان. حالا اینجام درخواست دارم که برای آقای دعا کنید که انشالله امارایش مشکلی نباشه و به عمل نرسه. خیلی خیلی دوستتون دارم، تا برنامه بعد خدا نگهدار. دوستان من از شهرستان یک خاطرات بچگی خوبی دارم، ولی بیشتر آقا عداد عاشق اینجاست. نمیدونم چرا. خیلی یه دهکده‌ای که خیلی با آدم آرامش میده. آرامش دنجه. آره خیلی دنجه. صدای ماشین نداره، جاده نداره، اتوبان نداره. توی دره است، واقع شده توی دره، اینه که هواش هم خیلی خوبه. خیلی جالب بگم، خیلی از رکنات ایران خوش شده، ولی انشالله که همیشه خدا برکت بده رودخونه شهرستان هیچ وقت کم آب نشه. آره دیگه، به خاطر سرچشمه بودن از توچاله. خب حالا شما سلام نکردی، سلام کن. سلام میکنم همه عزیزان. رفتی بیمارستان یادت رفت؟ یه خورده آره، فکرم درگیره گردنم هستش. حالا شده که به یک گردنبند تموم بشه ها؟ حالا ببینیم چی میشه. بریم شمال بدیم دکتر نگاه کنه تا گزارش دکترای بیمارستانم بیاد. آره که توکل به خدا ببینیم چی میشه انشالله. من که خواستم که برای دعا کنن. ما همیشه شما رو دعا میکنیم، شما ما رو دعا کنیم. قربونت برم. خب بریم. آخه عاشق این کوچه ها، حتی این خونه ها هیچ کدوم به دوره بچگی من نبودا، اینا بعدها ها ساخته شد. آره این بود که شکسته دیگه. آره این شکسته که خونه عمه خانم خدا بیامرزه، عمه قاسم آقا تجریش میشستن وقتی میرفتیم پیشش، خیلی از همون پذیرایی میکرد، خیلی خانومه، یعنی ریزه میزه با نمک، اصلا تو نمیدونی. من خیلی عمه خانم دوست داشتم، خدا رحمتشون کنه. زمستون ها معمولا یه دونه از این اشکارف های بافتنی می داخت روشونش، دامن های کوتاه با جوراب های اون موقع بهش می گفتن شیشه یه کرم بود می پوشیدن پیره های مثلا خانم های قدیمی، از اونا پاش می کرد می مد تا سر کوچه هرچی می دونم بخانم ما خودمون می بیم، گفت نه بیام بدرقتون کنم دیگه. خدا بیام مرزتشون فوت شدن و بچه هاشون همه رفتن خارج از کشور و دیگه هیچ کس اینجا نیست. بریم ببینیم مامانت فات کجاست.